دوستان عزیز و بینندگان گرامی، امشب یک برنامه زنده داریم با یکی از افغان‌ها و ایشون میخوان در رابطه با چند خانواده که مشکل خیلی جدی دارن با شماها صحبت کنن و اگر دوست دارید میتونید به این خانواده ها کمک بکنید. من الان زنگ میزنم به یکی از هموطنان زمینی ما و با ایشون شروع میکنیم صحبت کردن. الو، سلام. سلام علیکم. خوبید شما؟ خدمت شما و دوستداران برنامه شما. خواهش میکنم. خیلی ممنون که شما لطف کردید این موضوع رو با ما در میون گذاشتید. انگار یک سری از افغان ها هستن اونجا، مشکل خیلی جدی دارن. شما اگر ممکنه لطف کنید یه مقداری توضیح بدید و من بعد از که شما یکی از خانواده ها رو معرفی کردید شروع میکنم علت این برنامه رو با بینندگان عزیزمون در میون میگذارم. بفرمایید. بله، بنده هستم از افغانستان، مزار شریف. گرچند فامیل هستم، بسیار وضعیت اقتصادشان خراب است. بله، کسی میخواین امرایشان کمک کنم، میخواین تینا رو معرفی کنم. بفرمایید. فامیلی هست بسیار بی‌رضاحت، مستحق جگر دارد. بله میشنوید؟ بله میشنوم. شما بفرمایید. مشکل جگر داره شما فرمودید، درسته؟ دوستان عزیز و بینندگان گرامی، یکی از افغان‌ها روی خط مسنجر فیسبوک ما هستن و بله، صدا قطع و وصل میشه. بله بفرمایید. بله گفتم فامیل هست، میخوام معرفی کنم. خانم زردی سیاد دارن، تکلیف جگر همچنان، وضعیت شد بسیار خراب است، وضعیت اقتصادیشان همچنان خراب است، پول بر تداوی خودم ندارن، برن تداوی خودم بکنن. بله، شما میتونید یک شماره تلفن بذارید که اگر کسی خواد کمکی بکنه با اون شماره تماس بگیره لطفاً؟ شماره تلفن 0791. بله. 5476 19. بله بله. شما یه مقدار صبر کنید، من این برنامه رو توضیح بدم که برنامه چجوری میخواد بره جلو. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، هموطنان افغان یا ایرانی فرق نمی کنه، من یه آدم بدون مرز هستم. فکر می کنم که انسان، آدم، هموطن منه، فرق نمی کنه کجا زندگی بکنه و کشورم هم زمینه. با این دید می خواستم از تمام کسانی که این برنامه را دارن نگاه می کنن، اگر دوست دارن به این خانواده هایی که این خانم الان می خواد معرفی بکنه، در ذهن ما این برنامه را از امشب شروع کردیم که یک پل ارتباطی باشیم بین کسایی که زندگیشون با حالت بسیار بدی روبرو هستش، واقعا نیاز به کمک دارن، حالا چه بیمار هستن، چه نون ندارن. و همطوری که این دوستمون توضیح دادن، یک خانومی هست که بعضی بیماریش خیلی شدیده و انگار باید بره هند یا جایی معالجه بشه ولی پول درمان نداره. حالا اگر کسی هست که دوست داره خودش مستقیم کمک بکنه و پول کمک نکنه، همون خرج درمان رو بده، به دکتر بده، به اون جایی که باید بده، لطف کنه با شماره تلفن. یه هفته که شما شماره تلفن رو لطف کنید اعلام کنید. بله. 54 76 19. بله، با همین شماره تلفنی که ایشون فرمودن شما تماس بگیرید. ما این شماره تلفن رو بالای این پست هم میذاریم، توی کامنت ها هم میذاریم و هدفمون اینه که یک پل ارتباطی باشیم
بین کسانی که نیاز دارن به کمک کردن و کسایی که دوست دارن به هر دلیلی که خودشون قبول دارن به این انسانها کمک بکنن. ما این برنامه رو از امشب شروع کردیم و سعی میکنیم این برنامه رو ادامه بدیم تا به یک نتیجه ای برسیم و من مطمئنم به نتیجه ای میرسیم، برای اینکه هنوز آدم های خوب توی دنیا هستن و ما هم روشی رو که انتخاب کردیم روشیه که شما خودتون مستقیم میتونید با اون انسان کمک بکنید، پول به دست کسی نمیدید. حالا این یکی از این خانم در چه وضعیتیه شما فرمودید؟ چند سالشون هست؟ کجا هستن؟ میتونید یه موقع توضیح بدید؟ اسم نمیخواییم، ما همینطوری کلا میتونید شما بگید. سندشون شاید تقریبا 52 ساله باشه. بله. در مزار قریب زندگی میکنن. آها بله. فرمودید بچه هم داره ایشون؟ بله بله بچه هم داره. چند تا بچه داره؟ 8 اولاد دارن دیگه. یعنی به تنها هستن یا شوهرم دارن الان؟ چجوریه وضعیتشون؟ شوهرشون هست اما شوهرشون بیکار است، سندشون هم بالاست، وضع اقتصادشون هم چندان خوب نیست. یک شخص که کار نکنه دیگه از کجا پول پیدا کنه و تداوی بکنه؟ بله بله بله. خب دوست افغانستان چیز که مثلا خرج خوراک خود پیدا کنه نتونه تداوی بکنه. بله 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 بله. خب دوستان عزیز و بینندگان گرامی، از کسانی که دوست دارن به این مادری که 8 فرزند داره و شوهرشون هم بیکار هست کمک بکنه، لطف کنه با شماره تلفنی که ما بعداً توی کامنت ها و بالای پست خواهیم گذاشت تماس بگیرن و کمک خودشون رو بکنن. کسی دیگه هم هست شما فرمودید؟ ما توی این برنامه سعی میکنیم کسانی که به کمک نیاز دارن با شماره به شماها معرفی بکنیم، بعد میذاریم به عهده خودتون. بله شما بفرمایید. بله شخص دیگر هم هستن که یک هفته پیش خانمشان از فقر و بیچارگی و تنگدستی بعد از ولادت 3 روز بعد از ولادتش فوت کرد، چون اقتصادش بسیار پایان است، بسیار ضعیف است، عمر آقارم پایش فلچ است، یعنی درست گشته نمیتونه که او بره کار کنه، ضعیف است، طفلکایش خورد ریزه مانده او خانم که فوت کرده. بعد از چند وقت بعد از مادرش طفلکم فوت کرد، طفلک نوزادشم. حالا قدر وازش خراب است که گیلاس ندارن که چای بخورن. فامیل 9 نفری 10 نفری هستن، برای مقصه تا گیلاس دارن. فرش و خانش عکساش روان میکنم که ببینین که یعنی انسان سر او قسم یک فرش هرگز نمیشینه. بله اونا مجبور تیر کنن دیگه در حالت که باشن. اومد بیچاره از وقت فوت خانمش که اونجا رفته بودیم تا جنازه، بیچاره یک طرف هفتیده سر خود روجایی گرفته بود، سر خود بالا نمیدید، میگفت من پیسی گور کفن ندیده ندارم، ما ببرم خانم خود اونجا دفن کنم. مردم جمع شد همه یک بار جنازه را دفن کردن. یک قسم یک حالت داره، یک قسم یک زندگی خراب دارن. بله ایشون کجا هستن؟ ایشون کدوم شهر هستن؟ اونا هم مزار شریف هستن. هم بله بله ایشون هم توی مزار شریف هستن. ایشون چند؟ بله همی کسایی هست که خودم یعنی چشم دیده خودم میگم میشناسم. اونا خواهش کردن فامیلاشن که بر دوستا یک راست بگوین اگر میتونن همراه ما کمک کنن. بله خاطر من گفتم حاضر شدم بیا خیمه خودم زنگ میزنم صحبت میکنم یا هر کس دوستا که باشه برش میگم هر قدر که توانشان باشه کمک کنن. بله بله. دوستان عزیز و بینندگان گرامی که این برنامه رو دارید نگاه میکنید، ما این برنامه رو شروع کردیم با همت این خانم نازنین و عزیز که زنگ زدن و من پشت این برنامه هستم. سعی میکنیم هر شب به مدت نیم ساعت این برنامه رو بذاریم. اگر دوست دارید شما کمک بکنید با شماره تلفنی که گذاشتیم تماس بگیرید.
اگر دوست دارید این پست رو، این حرفا رو، این صحبت ها رو شیر بکنید. من اعتقادم بر اینه که آدم های خوب هستن، اطلاع ندارن یا اعتماد ندارن، ولی ما الان روشی رو که برای شما گذاشتیم، خودتون مستقیم میتونید به اون کسی که واقعا در من درمانده هستش، نیاز به کمک داره و توی وضعیت خیلی بدی خانوادگی دارن زندگی میکنن، کمک بکنید. حالا اگر دوست دارید این کمک رو بکنید به هر شکلی که خودتون دوست دارید. ما سعی میکنیم یک شماره حساب بانکی مورد اعتمادم بذاریم و شما هر کمکی که بکنید ما میام دوباره توی این برنامه اعلام میکنیم که این کمکی شما رسیده، تبدیل به این شکل کمک شده. اگر خواستید لباس بفرستید، اگر خواستید غذا بفرستید، اگر خواستید پول دکتر رو بدید، هر شکلی که خودتون دوست دارید. اگر دوست دارید حتی یک کسی رو اونجا مأمور بکنید پول رو بدید به اون، اون بره به اون طرف بده. ما سعی میکنیم تا اونجایی که امکان داره اون بچه ها رو، اون اشخاص رو نشون ندیم، چون به هر صورت الان توی وضعیتی هستن که بعدها امکان داره اگه وضعشون خوب بشه بعضا شرمنده بشن، خجالت بشن. بازم این نظر منه. اگر شما فکر میکنید اونا حاضر هستن خودشون بیان حرف بزنن، صحبت بکنن، این بستگی به تصمیم و اراده شما داره. خب شما بازم کس دیگه هست شما معرفی بکنید خانم عزیز؟ بله، رامین جان هست، سنش 19 سال هست و بعد تکلیف اصاب پیدا کرده و من هم بخاطر اقتصاد ضعیف برادرش بسیار سرش بشار آوردن، پلتش کردن که تو درس نخوان، مکتب نرو، برو کار کن، برای مادرت پیسه بیار، نانش بیار. مادرش هم روی زمین بچه خارج بود. ای بچاره را از بس که دستر زدن تکلیف اصلا پیدا کرد، دیوانه است فعلا، دست پایش زنجیر است. خواهز مالیشان خوب نیست که تداوی خدا بکنه یا مادرش ببره این بچه را تداوی بکنه. بسیار جوان است، بسیار بچه زیرک و هوشیار، لایق بود، اول نمره بود، 9 سال مکتب خوانده، اما حال در یک حالت خراب است دیگه. بله بله بله، چقدر بد. که اصلا که ببینه دل آدم در میگیره که یعنی در دنیا چرا کم انسان های وجود داره، چرا کم فامیل هایی هست که بیادر خود در یک حالت میرسونه که برو تو پیسه پیدا کن یا مادر تنان بده. یعنی مادر سر همه گیب داره، سر یک اولاد حق نداره که مسکین دو اولاد رساندن، خودشان از مادر و کلگی جداست، همراه فامیلای خود تنا زندگی میکنه، مادر بیچاره مونده، شوهرم نداره، همراه همی بچه دیوانه تدانه پیش کوچه میشینه گدایگری میکنه. مادرش پیسی دو تا تابلیت پیدا میکنه، میاره بر بچه خود تابلیت میخره، اون تابلیت خواب که او را خواب بده اصاب از او یکم آرام باشه یا نرمال باشه. خود مادرش دادان کوچه میشینه و خیرات جمع میکنه، کسی اگر بده در پا 20 روپه روز خود پیش میبرن. بله بله، ایشون هم توی همون چیز هستن، همون شهر هستن؟ بله بله، همه گیش کسایی که من خودم چشم دید خودم میگم، کسایی بله. که از من خواهش دادن که همی کار بکنم. آها بله باشه، به خاطر خدا. بله بله، همه مزار شریف زندگی میکنن. بله بله بله، همه کی مزار شریف، یکشون بابا یادگار است، یکشون در کمربند میشینه، یکشون در می دروازه بلخ. بله بله بله. خب خانم عزیز خیلی ممنونم از شما، شما خیلی لطف کردید، من واقعا به احترام دستتون رو میبوسم و امیدوارم که بتونیم با کمک شما یک قدمی برداریم، یک کمکی بشه به یک نفرم که اگر ما بتونیم کمک بکنیم این راه رو ادامه میدیم. بله با کمک همدیگه ما این راه رو ادامه میدیم. به هر صورت سعی میکنیم اولین قدمی که برمیداریم، شما لطف کن یه حساب بانکی باز کن. باشه؟ آره شما یه حساب بانکی باز کن. من یکی از کارهایی که میتونم بکنم، یه اسمی بذاریم روی این برنامه‌مون، هر اسمی که شما دوست دارید بذاریم، هر یه اسمی رو شما انتخاب بکنید
صدای نمیدونم هر چی که شما دوست دارید. من دوست دارم اسم این برنامه رو شما بذارید، یه اسمی رو بذارید، بعد شما یه حساب بانکی باز کن. من سعی میکنم توی این بیزینس هایی که هستن یک صندوقایی رو بذاریم، یک قلکایی رو بذاریم و توضیح بدیم، خواستن کمک بکنن. اون حساب بانکی که به اسم شما هست اونجا، اونو ما سعی میکنیم از دیگران بخوایم که اگه خواستن کمک بکنن به اون حساب بانکی باشه. بعد ما این برنامه ها رو ادامه میدیم، هر کسی که کمک کرد لطف کنه اسمشو یا اسم مستعارشو بیاره که ما تمامی کمک هایی که میشه با تمامی اعدادی که کمک کردن توی این برنامه میام اعلام میکنیم و با اون پول هر کاری تونستیم انجام بدیم بازم اونو اعلام میکنیم. من از شما تشکر میکنم، واقعا شما دل لطف میکنید آره که ما بتونیم این قدم رو برداریم. امشب اولین برنامه است که ما شروع کردیم، ولی ما این برنامه رو ادامه میدیم تا صدای ما به گوش آدمهایی که انسانهایی که میخوان کمک کنن برسه و همچنین با گوش کسانی که میتونن کنار ما تو این دایره باشن و دستمون رو تو دست همدیگه بزنیم و به این خانواده های افغان کمک بکنیم. سعی میکنیم بازم حالشون رو بپرسیم، احوالشون رو بپرسیم، از حال و احوال بچه هاشون با خبر بشیم، ببینیم چه هدفی دارن، چی کار میخوان بکنن تو زمینه حالا تحصیل کردن، درس خوندن. به هر حال سعی میکنیم کنار همدیگه باشیم دیگه. همین. شما اگر حرفی دارید، اگه حرفی دارید بزنید، صحبتی، پیامی دارید با دیگران بزنید، بعد دیگه من میتونم شما رو قطع کنم. این آهنگ سرزمین منم میذارم و برنامه رو تموم کنیم. تشکر از شما خیلی محترم، از دوستای شنونده. خواهش میکنم. اگر هر کسی میتونه برابر توان خود، برابر قدرت خود دست غریبای ما رو بگیره، همگی یک بار برادر هستیم، همگی یک هموطن هستیم، همگی بنده خداوند هستیم که خداوند ما همگی رو پیدا کرده. باید امروز یک دیگه خود کمک کنیم، یک دیگه خود بگیریم. انشاءالله با ارزوی موفقیت های همگی تان خداوند کامیاب و سربلند داشته باشه تا نه. خداحافظ. خواهش میکنم. قربان شما. روز خوبی داشته باشید. تمام خواهش میکنم. خداحافظ. خب دوستان عزیز و بینندگان گرامی، این برنامه رو که از امشب شروع شده برنامه است برای کمک کردن به خانواده های افغان دوستان عزیز و بینندگان گرامی، خیلی ممنون که این برنامه رو گوش کردید، دیدید. امیدوارم که این برنامه رو حمایت بکنید و این چند تا خانواده رو که
با کمک این خانم عزیز و گرامی افغان آشنا شدید و ایشون معرفی کردن. اگر دوست داشتید کمکی بکنید، اگر پیشنهادی دارید برای این برنامه ما که بتونیم یک قدم عملی برداریم، این برنامه متعلق به خود شماست. تا برنامه فردا شب بهترین آرزوها رو برای شما میکنم و بهترین آرزو اینه که اگر دوست داشتید هوای همدیگر رو داشته باشیم. همین.